درود به شما براندازهای عزیز. آخوند مصباحی مقدم یکی از رفقای قدیمی خامنه ای اعلام کرد دلیل اصلی تورم در ایران پر مصرف بودن مردمه. مصباحی مقدم گفت مردم چین قانع هستند و به یکی دو وعده غذا در شبانه روز اکتفا میکنند، اما مردم ما اینگونه نیستند. اگه اوضاع همینطوری پیش بره باید به زودی به خاطر غذا خوردنمون هم از آخوندها اجازه بگیریم. من با اطلاعات دقیق بهتون میگم که وعده های غذایی رایگانی که به طلبه ها در مدارس دینی توی ایران داده میشه گاهی از غذای هتل های 5 ستاره هم بهتر و گرونتره. اون وقت آخوندی که از شدت فربگی به سختی راه میره مردم ایران رو به خاطر سه وعده غذا خوردنشون متهم میکنه. امروز یه مرد جوان در حضور حجاج روی خانه کعبه مشروب ریخت و فریاد گفت همش دروغه، اینا از دین به عنوان تجارت از شما سوء استفاده میکنن. مسلمان ها هم بهش حمله کردن و اونو ضرب و شتم کردن. محمد عمرانی هم با انتشار یک کلیپ جدید در مورد مراسم حج صحبت کرد. میگم ما این همه زحمت کشیدیم رفتیم مکه، حالا آدم از خارجی ها توقع نداره، ولی اینجا ایرانی هم به ما نمیگن حاج آقا. چی؟ چون دوستم دارم؟ این روزه حاج آقا فوشه؟ همه مفسدین اقتصادی و راندخارا حاج آقا؟ عجب. پس خوبه که اینجا کسی نمیدونه من رفتم حج. قربونت، تو هم به کسی چیزی نگو. دمت گرم. دیروز در حاشیه مسابقه والیبال ایران و هلند درگیری‌هایی بین وحوش بسیجی حکومتی با ایرانیان آزادیخواه اتفاق افتاده. در این درگیری یکی از پرستوهای حکومتی نتیجه تربیت ولایی به سبک سعید طوسی رو به نمایش گذاشت. اینا صادراتی جمهوری اسلامی، همینان اختلاس میکنن. اینا همین اختلاسگران، همینان همینا قاتل مهسا شاکرمی، نیکا شاکرمی، مهسا امینی، اینا آره صادراتی جمهوری اسلامی، آره همین مال صادراتی جمهوری اسلامی، آره صادراتی جمهوری اسلامی، صادراتی، آره صادراتی. اینو میفرستم برای شبکه‌های خبری. اینا صادراتی جمهوری اسلامی هست. ایرانیان حاضر در سالن والیبال هم یکی از بسیجی های صادراتی خامنه ای رو حسابی مورد نوازش قرار دادن. هانا کامکار خواننده و هنرمندی که چند روز قبل اعلام کرده بود تا برطرف شدن ممنوعیت صدای زنان کشور هرگز پا به کنسرت خواننده مرد محور نخواهد گذاشت، در مراسم تولد عباس کیارستمی در حالی که حجاب اجباری جمهوری اسلامی رو پس زده بود به زیبایی برای حاضران آواز خوند و یه اجرای محشر رو به نمایش گذاشت. از فراز گردن خرد و خراب و مست با می پیچد،
فروپاشی اقتصادی در جمهوری اسلامی حتی صدای خودی ها رو هم در آورده. سردار قاسمی که یکی از منفورترین اعضای سپاهه، به خاطر تورم بالا با لحنی تند به ابراهیم رئیسی حمله کرد. الان بعد از 2 سال شما رسیدید به این که نمیتونید بزنید، چون که شما نمیتونید قیمت ها رو تثبیت کنید. آهم پروفیل فلان که حضرت آقا دادش در اومد، خب بابا اینه که تولید داخلی، اینا چرا با دلار دارید بازی میکنید؟ اینا دلار میره بالا، پروفیل داره میره بالا، گرانول پی وی سی داره میره بالا، آلومینیوم میره بالا. کی پشت این فرمونه؟ آقای رئیسی اگر تو پشت این فرمونی داداش، تکلیف ما رو معلوم کن. یا تو خودت عاملی با اونا هماهنگ بازی، این شامورتی بازی و اینا، پلیس بد پلیس خوب، یا اینکه اصلا فرمون دست تونی. در سالهای گذشته یه عده به خاطر آزادی ما و البته خودشون هزینه های سنگینی پرداخت کردن. فاطمه سپهری یکی از کسانی بود که شجاعانه با دیکتاتور جمهوری اسلامی مبارزه کرد و حالا که اسیر خامنه‌ای شده ما باید صداش باشیم. امروز شنبه 3 تیر 1402 خواهرم که از زندان وکیل‌آباد به مرکز فیزیوتراپی بیمارستان امام‌رضا مشهد منتقل شده بود و من دیدم حالا اونی خواهرم مساعد نبود، زیرا پس از 3 عمل جراحی دارو دستش انجام شدن و جلسات متعدد فیزیوتراپی به دلیل شرایط خاص زندان و فشارهای عصبی و محیط روند درمان با حدودی متوقف شد و درد دست خواهرم به حدی است که خواهرم رو مجبور کرده از مسکنهای قوی و عوارضدار استفاده کنه. همونطور که پزشک متخصص هشدار داده بود و پیشبینی کرده بود، محیط زندان روند درمان رو متوقف کرده است. من از کسانی که میتونن تصمیم گیرنده باشن میخوام این شکنجه ای که بر خواهرم در حال اعمال هست رو متوقف کنم. یه موضوع مهم دیگه هم اینه که قبلا مردم ایران میرقصیدن تا خوشحال باشن، الان میرقصن تا اعتراضشون رو به حکومت آخوندی نشون بدن. به صحبت‌های دختر فیلمبردار خوب دقت کنید. کشور میره و شادی واسه همیشه تو کشور ما میاد. حالا همه خندون میشه.